برچیکه یخویامز در مکتب های میانه ازبکستان گرمکنی بناها را بر عهده خوانندگان گذاشتند. آزادی با ساکن شهر اندیجان تکیه نموده خبر داده است که راهبریت مکتب به خوانندگان سپارش داده است که هر یک خواننده یک خلطه هیزم یا اینکه انگشت بیارند یا که به ماموریت مکتب به مقدار 20,000 سوم پرداخت نماید. ایلاوه بر این کسانی که به قرار مذکور اطاعت نکند، چونین خوانندگان را رهبران صنف در نزد همه شرمنده کرده نسبتی آنها فشاری پسیخالوگی می گذارانند. چطوری که ساکنی محلی به خبرنگار گفتند که هر ماه هر یک خواننده باید یک خلطه هیزم یا اینکه انگشت به مکتب بیارد، رهبریت مکتب به ما می گوید. اگر شرایطی آوردن هیزم یا انگشت را ندارید، بگذار پولش را پرداخت نمایید. سه فرزندم در مکتب تحصیل میگیرند. اکنون من باید برای هر یک فرزندم یک خلطگی هیزم یا انگشت گرفتنم لازم یا اینکه 60,000 سوم پرداخت نمایم. اگر طلبات مذکور را اجرا کردن نتوانم، طبق گفته های فرزندانم آنها را در نزد همسینفانشان شرمنده میکنند و میگویند پدری تو حدی اقل یک خلطه هیزم به مکتب آورده نمیتواند. مگر ماموریت مکتب این معما را حل کردن نمیتواند، تا به کی خراجات های مکتب را به عهده میگیریم؟ شکایت میکند یکی از والدین. مشاهدان قید میکنند که معمای تأمینات مکتب ها در ازبکستان سالهای دراز دوام یافته استاده است. تعجب آور آن است که دولتی که یکی از بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در منطقه بوده، 40% اهالی بدون گاز طبیعی زندگی به سر میبرد. حالت مذکور را چنین معنی داد کردن ممکن است که فروختن گاز طبیعی به اهالی خود برای حکومت ازبکستان منفعت آور نیست. بنابراین گاز را به دولت های سیوم یعنی به خارج فروخته اهالیش را از احتیاج های معیشی زیرین محروم می سازد.